بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالیم بار دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم در برنامه دفاع از سنت. همونطور که مستحضر هستید، در این برنامه ما در مورد دفاع از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت می‌کنیم و اینکه یک بازنگری در اندیشه و عقیده خودمون در مورد سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشیم و سعی بکنیم هرچه بیشتر و بهتر عقیده درست و نظریه درست رو در این مورد داشته باشیم. در هفته‌های گذشته ما در مورد کتب بزرگوارانی که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو جمع‌آوری کرده بودند صحبت کردیم، در مورد کتاب امام مالک، مؤتای امام مالک، در مورد مسند امام احمد، در مورد صحیح بخاری و مسندهای دیگری بسیار زیادی که جناب دکتر در برنامه در موردشون صحبت کردند. در این موارد ما بحث و صحبت کردیم و همچنین شخصیت این بزرگواران رو هم مورد بررسی قرار دادیم که علمای دیگر در زمان خودشون در مورد این بزرگواران چه گفتند و سرتاسر زندگی این بزرگواران پر بوده از برکت، از خیر و از تلاش بیوقفه برای حفظ سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. امروز هم خدمت یکی دیگر از این بزرگواران میریم و خدمت صحیح، کتاب صحیحش که معروف است به صحیح امام مسلم، خدمت این بزرگوار میریم، امام مسلم، و ببینیم خود امام مسلم چه کسی هست، چرا این کتاب رو نوشته و اقوال علما در مورد خود امام مسلم و در مورد صحیحش چی هست و ببینیم این کتاب چگونه کتابی است. آیا همونطوری که از اسمش معلوم هست صحیح مسلم، آیا هرچه در این کتاب از صحیح هست میشه به این کتاب اعتماد کرد؟ و روش امام مسلم در جمع‌آوری این کتاب بسیار ارزشمند که تمام امت اسلام این کتاب رو قبول دارن، روشش چی بوده که باعث شده تمام امت تسلیم این کتاب بشن؟ به همین خاطر ما در خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم. جناب دکتر، السلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدین و ما در خدمت شما هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر، ما همونطور که عرض کردیم در قرن سوم هستیم، در مورد تدوین در قرن سوم صحبت میکنیم و امام مسلم هم یکی از کسانی بوده که در این قرن تألیف کرده، درست کتاب صحیح خودش رو در این قرن نوشته. میخوایم بدونیم خود امام مسلم کی هست اصلا، اسمش به صورت کامل، کجا متولد شده، چه سالی متولد شده، و این هم خیلی خیلی مهم است که ببینیم علمای دیگه در مورد خود امام مسلم چی گفتن، که مردم فکر نکنن کسی اومده در گوشه از تاریخ کتابی نوشته، الان مردم میگن نه این کتاب خیلی مهمه. میخوایم بدونیم که این امام مسلم که بهش گفته میشه امام مسلم، در نظر دیگر علمای هم عصرش چگونه انسانی بوده؟ بله، اولا سؤال بسیار بجای است این قضیه و ما اینم را یادآور شویم که در گذشته مطالب مربوط به صحیح بخاری و صحیح مسلم در ابتدا گفتیم به عنوان یک نمونه، ما مطالب را ذکر نمودیم، اما همون موقع ما وعده دادیم که سعی میکنیم اگر شد یک باری حتی شده مقدمه امام مسلم بر روی صحیحش که در مقدمه صحیحش هست که هم کتابش را معرفی میکند و هم کاری که میخواد انجام بدهد در این کتاب و اصلا روشی که دارد مشخص میشود. و اولا همون در پاسخ به سؤال شما، امام مسلم همچنان که از اسمش پیداست، اسمش یعنی معروف است به امام، به حافظ. حافظ یک لقبی است برای علمای حدیث که قبلا هم گفتم، حافظ لقبی نیست برای کسانی که قرآن را حفظ دارند، این فرق می کند، ولی حافظ در علم حدیث و نزد علمای حدیث حافظ به اینجوری به کسی می گویند که در علم حدیث به درجه بالای رسیده و بیشتر در هر طبقه از طبقات علمای حدیث، یعنی نسبت به اون احادیثی که روایت می شود در هر طبقه بیشتر اون احادیث را حفظ دارد و اطلاع کافی بر آنها دارد و این لقبی است برای امام بخاری و ائمه حدیث و حتی امام ذهبی و امام ابن حجر و حتی امام ابن کثیر لقب حافظ رو گرفتند. درست. و امام مسلم که کنیش ابوالحسین است و اسمش خودش مسلم است، مسلم فرزند حجاج، فرزند مسلم، یعنی در واقع پدر بزرگش هم اسمش مسلم است. مسلم قشیری، یعنی از قبیله قشیر و اهل نیشابور، اهل خراسان. درست. خراسان ایران اکنون و ایران قدیم. امام بخاری هم اهل خراسان بوده، ولی خراسان قدیم بزرگ. بله. و در سال 204 متولد شده، یعنی همون سالی که امام شافعی فوت میکند اون همون سال متولد میشود. یعنی اینجوریه، یک خورشیدی بالاخره غروب میکند و یک خورشید تابان دیگری طلوع میکند. اینجوری بوده. البته در اون عصر که ما گفتیم، در عصر مخصوصا قرن سوم، خورشیدهای تابان فراوانی داریم که یکی از آنان امام مسلم است. از او بزرگتر امام بخاری است و شیوخ امام بخاری که در اون عصر بوده اند امام مالک، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، یعنی دیگه خورشیدهای بسیار، خورشیدهای تابانی در اون عصر زیستند و امام مسلم هم از اون خورشیدهای تابان بوده و در سال 261 هجری فوت می کند. 261 هجری، یعنی اگر شما این 55 سال زندگی کرده، 55 سال میشه یا کم، نه بیشتر، چون میگه سال 204 متولد شده. بله. خب 4 کم کن از 61 میشه 57 سال. 57 سال میشه. من ریاضیم خوب نبود، مدرسه هم خوب نبود، ریاضیم 57 سال میشه. بله. 57 سال عمر کرده، ولی این عمر بسیار پربرکت بوده. بله. و کتابی که در موردش میخوایم سخن بگوییم، صحیح امام مسلم، یعنی اسمش در میان اهل علم به صحیح مسلم معروف شده. درست. همچنان که صحیح بخاری نزد علما به صحیح بخاری معروف شده بود. درست. در حالی که بخاری اصلش، یعنی به لفظ عربیش اصلا در میان مردم ترویج پیدا کرده. بله. در اصل اگر به صورت فارسی باید بگوییم، باید بگوییم امام مثلا صحیح بخارایی، احتمال صحیح شهر بخارا. بله. بخارا اسم شهری بوده که در آنجا بوده. درست. در نتیجه الان دیگه چون در عربی نسبت را آنچنان میگوین بخاری، نمیگوین بخارایی. این دیگه در فارسی باید اینجوری میگفتیم، امامی که اهل بخارا بوده و امام مسلم اهل نیشابور بوده که همون نیشابوری اکنون که هنوز هست و در استان خراسان رضوی است. و این کتابش اسم معروفش به اسم المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی از خود کتاب، اسم کتاب دیگه موضوع کتاب معین است، چی هست. یعنی یک مسند است، یعنی با سند. اینجا کلمه مسند نزد امام بخاری و مسلم، یعنی امام بخاری هم صحیحش الجامع المسند الصحیح. این مسندی که در یعنی اسم صحیح بخاری هست و اسم صحیح مسلم است، این مسند معنی متصل، یعنی با سند متصل. مسندی که نزد امام احمد هست، منظور احادیثی که از فلان صحابه روایت شده، یعنی در اونجا مساند جمع آوری کرده، یعنی مسند امام ابوبکر، مسند امام عمر، یعنی اون احادیثی که به سند متصل به آنها رسیده و آنان روایت نموده اند، اون گفته می شود مسند. مسند امام احمد با مسند امام بخاری و مسند امام مسلم تفاوت دارد. در نتیجه مسند امام مسلم هم یعنی کتابی است با سند متصل و صحیح. سند تنها متصل باشد کافی نیست، ممکنه چند تا دروغگو با هم ردیف کنی سند متصل باشد، این دروغگو از اون دروغگو تا به آخر برسد، سند متصل است ولی صحیح نیست، جعلی است مثلا. این مسندی است که صحیح است و مختصر هم هست، میگه زیاد اینجوری نیست که همه احادیث را جمع آوری کرده باشد. ممکنه نصف حدیث هم نباشد، نصف احادیث را جمع آوری کرده باشد. به نقل عدل از یعنی نقل میکند از یک عادل، اون هم از عادل دیگر، درست، تا به رسول خدا میرسد صلی الله علیه وسلم به نقل عدول. پس در اینجا اسم کتاب بیانگر محتوا و موضوع کتاب است، یعنی موضوع این کتاب احادیث صحیح با سند متصل که به رسول خدا میرسد صلی الله علیه وسلم توسط افرادی که راویانی که عادل هستند و ثقه هستند و مورد اعتماد هستند. درسته. جناب شیخ الان شما در مورد خود امام مسلم و کتابش صحبت کردین، یعنی معرفی شد که چی است. حالا من ترتیبی که شما خودتون دوست دارین نمیدونم، ولی میخوایم بدونیم سبب تألیف کتاب چه بوده، علما در مورد خود امام مسلم چی گفتن؟ بله، اولا یک نکته در مورد خود این کتاب، امام ابن الصلاح شهرزوری میفرماید مکی ابن عبدان میگوید من از خود امام مسلم شنیدم، میگفت اگر اهل حدیث 200 سال حدیث را جمع آوری کنند، حدیث را بنویسند به مدت 200 سال، قطعا باید محور کارشون بر این مسند من باشد، مسند صحیح باشد. یعنی کاری کرده که اگر بعد از خودش 200 سال انا علما که اینم شده دیگه، چندین سالم علما حدیث جمع کردن، نگاه میکنی همون حدیث برمیگرده صحیح مسلم هم هست و بالاخره همون حدیثی که در صحیح مسلم اومده. در نتیجه این کتاب یعنی کتاب یعنی خیلی با ارزش است. حالا سبب این که این کتاب را تألیف نمود چی بود؟ چرا این کتاب را تألیف نموده؟ به خاطر چی؟ چه چیزی سبب شد که این کتاب را تألیف کند؟ در واقع دو چیز سبب شد، یعنی دو سبب داشت برای تألیف صحیح کتاب خودش، صحیح خودش. یکی این که یکی از شاگردانش از او درخواست می کند ای کاش می شد یک کتاب جالبی، یعنی یک کتابی که بشه انسان از آن اطمینان پیدا کند، یعنی یک کتابی جمع شود، یعنی یک کتابی کسی یک کتابی را جمع آوری کند از احادیث رسول خدا، البته احادیث صحیح که مورد اعتماد همه باشد، یعنی به گونه ای باشد که مورد اعتماد همه باشد. اگر میشد چنین کاری میشد بسیار کاری با ارزشی بود. این بود که امام مسلم در ابتدای میفرماید اما بعد فانك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت انك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالا من عربی شو بخانیم خیلی طول میکشه. میفرماید خدا رحمت خدا بر شما باد و به توفیق خالقت، به کمک خالقت شما ذکر نمودی که قصد کردید که تلاش کنید، جستجو کنید برای شناخت پیدا کردن بر مجموعه از احادیث مأثور از رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد سنن دین و احکام دین، یعنی سنت های دین و احکام دین. و اون چیزی که مربوط به پاداش باشد، مربوط به عقاب باشد، مربوط به ترغیب و تشویق باشد، مربوط به ترهیب و ترساندن باشد و غیر از آنها از مسائل مختلف با اسانیدی که نقل می شود، با اسانید صحیح. پس میگه ارشدک الله، خدا تو را هدایت کند ای دوست از گرامی، دوست داشتی که بر چنین چیزی اطلاع پیدا کنید و چنین کتابی نوشته شود و در اختیار شما قرار بگیرد، شما چنین خواسته ای را انجام دادی. میگه پس من هم وقتی که به این قضیه اندیشیدم، یعنی به این قضیه فکر کردم و ببینم که به کجا میرسد و عاقبت کارش، که وقتی که نگاه کردم دیدم بسیار کار پسندیده است. این کار بسیار پسندیده است و در واقع برای همه سودمند خواهد بود. و در ابتدا گمانم بر این بود که، یعنی وقتی که این سوال از من پرسیدی، اگر چنین کاری را انجام دهم و این خدا برایم میسر کند و به آخر برسد، اولین کسی که از آن استفاده می کند و اولین کسی که یعنی در واقع سودن یعنی به صورت نقدی از آن استفاده می کنه خود من هستم. خودم اولین کسی هستم که از آن استفاده می کنم. این نکته خیلی قشنگ است. خودم قبل از هر کسی، به خاطر مطالب بسیار زیادی، و به همین خاطر احساس می کنم دارم به این نتیجه رسیدم که این کارو انجام بدهم. اولا به دلیل این که این یک دلیل خیلی قوی که شما از من خواسته اید و این یک نیازی است. آخر انسان وقتی که یکی از شاگردانش احساس نیاز میکند در یک جا و میگوید ای کاش میشد این کارو انجام میدادی، دقیقا دیگه میگه الان مثل این که وقت این قضیه این رسیده که چنین کتابی وجود داشته باشد. یعنی هر چیزی خودش یک موقعی برایش پیدا می شود که اون موقع وقت انجام گرفتن اون کار است. درسته. همچنان که مثلا رسیدن میوه. بله، مثلا قرآن، نزول قرآن این آنچنان بوده. قرآن این آیه که مثلا نازل می شده، زمینه فراهم شدن فلان آیه نازل می شد. مثلا گاهی پیش می اومد امام عمر می فرمود ای کاش در مورد حجاب چیزی نازل می شد. یعنی اصلا وضعیت به جای رسیده بود، احساس می کرد الان دیگه وقت خودش است که احکامی در مورد حجاب زنان نازل شود که می شد. یا مثلا ای کاش در مورد حرام بودن شراب یک حکمی نازل می شد، قول فصلی برامون نازل می شد، قول فصلی که قضیه تمام کند. نگاه می کنید، یعنی این آنچنان گاهی وقتی که یک داعی، یک پیامبری، یک داعی داره کار میکند، تلاش میکند، خود به خود زمینه فراهم میشود برای خیلی از مسائل های کارهای نیکو پسندیده. در ابتدا چنین چیزی فراهم نیست، چنین زمینه سازی وجود ندارد. باید زمینه فراهم شود و وقت اون چیز فرا رسد. اینم امام مسلم میگه واقعا وقتی که من نگاه کردم دیدم خیلی کاری خوبیه، مخصوصا به ویژه در حالی که کسی نیست که نزد عوام بالاخره اونا نمیتونن تشخیص بدن این صحیح هست و این ضعیف هست و هر چیزی به اونا در خود اونا داده شود، اونا بالاخره میگن حدیث هست، تمام میپذیرند و قبول میکنند. در همین مورد یک بار گفته بودن فلانی این حدیثی که شما داری روایت میکنی ضعیفه. گفتید من میگم حدیث پیامبر تو چطور میگی ضعیفه؟ نمیفهمید که ضعیف و صحیح چی هست. همینه که امام مسلم میفرماید دیگه. میگه مخصوصا عامه مردم که حالا اون عامه در عصر اونا، میگه اون عامه مردم نمیتونن تشخیص بدن این صحیح هست و این سقیم است. یعنی به همین خاطر خیلی مهم بود که این کار انجام بگیرد و احادیثی جمع‌آوری شود و تلاش کنیم خیلی تکراری در آن نباشد و در همه موارد باشد، تمام اون مواردی که اونا درخواست کردن، بله جامع باشد برای تمام اون موارد. میگه اهل عوام الناس که اینو نمیتونن تشخیص بدن، اون شناختو درک درستی ندارند، پس دیگه ما از آنان خواسته زیادی نداریم. پس میفرماید اینا ان شاء الله مبتدئون، پس به یاری خدا ما شروع میکنیم. امام مسلم میگوید یعنی وقتی که آغاز میکند 15 سال کامل طول میکشه تا این کارو انجام میدهد، یعنی مدت کمی نیست. امام بخاری 16 سال، امام مسلم 15 سال مشغول جمع‌آوری کتابش بوده. متوجه هستی؟ یعنی وقتی که نگاه میکنیم تقریبا 2000 حدیث در میان امام بخاری و مسلم مشترک است. 2000 حدیث، 2000 حدیث هم مسلم دارد بخاری ندارد، 2000 حدیث هم بخاری دارد مسلم ندارد، که با هم میشه 6000 بدون هیچ گونه تکراری. حالا میفرماید پس من ان شاء الله ما تصمیم گرفتیم شروع کنیم برای اون چیزی که شما خواستی و آن را تألیف نماییم، به شرطی که با توجه به شروطی که بیان میکنم. علی شریطات سوف اذکرها لك، که بعدا برای شما بیان خواهم کرد. مثلا چگونه؟ میگه ما میاییم، چون امام بخاری اصلا این کتاب را در میان 300 امام مسلم بله امام مسلم این کتاب را در میان 350,000 احادیثی که خودش شنیده یعنی مسموعات خودش بوده در میان این 350,000 این مجموع احادیث را جمع آوری کرده که حدود 12,000 و چندی می شود. این 12,000 با تمام تکراری ها و با اسانید مختلف و اینا. حالا می فرماید پس ما می آییم سعی می کنیم به این گونه اوضاع را به صورت کلی برای شما تقسیم می کنم. این گونه من سعی می کنم کارمو شروع کنم و آغاز کنم. ما احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست ما می رسد به سه طبقه آن را طبقه بندی می کنیم. سه قسمت. به سه قسمت ما آن را طبقه بندی می کنیم و قسمت بندی می کنیم که با توجه به این مسائل من شروع می کنم به در واقع جمع‌آوری این احادیث در این زمینه به گونه ای که یعنی سعی کنم اولا تکراری در آن نباشد مگر اینکه گاهی حدیثی را می آورم و در اون زمینه که من می خواهم مثلا حدیثی در اون طبقه اول همه گیرم نمیاد مجبورم از طبقه دوم هم میگیرم ولی حالا احادیثی که از طبقه اول میگیرم باید چجونی باشد یعنی چگونه افرادی باشند که من اون احادیث را تقسیم میکنم یعنی ما سعی میکنیم قسم اول یعنی قصدمون بر این است که احادیثی را انتخاب کنیم هی اسلمو من العیوب من غیرها که از عیب و ایراد سالمتر باشد از دیگر احادیث و انقا و پاکتر باشد. چگونه این چجوری مثلا انتخاب میکنید که سالمتر از عیب باشد و پاکتر باشد پاکیزه تر باشد؟ من ان یکون ناقلوها اهل استقامت فی الحدیث باید اونایی که حدیث را نقل میکنن اهل استقامت باشند در حدیث اهل صلاح باشند اهل عمل صالح باشند و اتقان لما نقلوا باید دقت داشته باشند در مورد اون چیزی که دارن نقل میکنن اتقان یعنی دقت بسیار زیادی همون خبره که امروز گفته میشود به گونه ای که اختلافی در روایت آنان اختلاف شدید نباشد نباید قاطی کردن در آن وجود داشته باشد اختلافی در آن باشد حدیث را به گونه‌ای بیاورند که با متون دیگر همخوانی نداشته باشد همچنان که در میان بسیاری از محدثین اینها وجود دارد و در حدیثشون مشخصه پس ما سعی میکنیم اخبار این گونه افراد را انتخاب کنیم پس امام مسلم همینجوری حدیث را جمع‌آوری نکرده میگه من میخوام اینجوری احادیث را جمع آوری کنم از افرادی که گلچین دارم میکنم افراد را میارم از اون در میان از بهترین ها میگیرم از بهترینی که وجود دارد من میگیرم پس حالا میگه ما سعی میکنیم اخبار را از این گونه افراد دریافت میکنیم اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصن في المقدم قبلهم میگه اما تا تونستیم از طبقه اول حدیث را میگیریم در اون حد بالا اعلا بعدا اخبار دیگری میآوریم که در سندش راویان دیگری هستند اونها هم اهل حفظ هستند اهل اتقان و دقت هستند اما نه مثل اول نه مثل بار اول که من انشاءالله یک حدیثی را ذکر میکنم از این گونه حدیث یعنی بعدا به عنوان یک نمونه انشاءالله در آخر شاید در نیمه دوم سعی میکنیم یک حدیث را ذکر میکنیم از این قضیه از به این صورت و بیان میکنیم انشاءالله پس فإن اسم چون اینا هم افرادی هستند اهل ستر و صدق و اهل علم هستند مانند مثلا عطای بن صائب یزید بن ابی زیاد لیث بن ابی سلیم اصلا نمونه ذکر میکنند اینها در حد اون طبقه اول نیستند ولی کمی پایین تر هستند اما در عین حال اهل علم و اتقان هستند و اهل علم هستند و معروف هستند. بله. و نقال الاخبار یعنی اینا انواع اینها انایی که حمال آثار هستند، من حمال الاثار و نقال الاخبار، یعنی کسانی هستند اخبار را نقل میکنند، احادیث را زیاد دارند، اهل حفظ و اتقان هستند ولی نه مثل اولا. همه مثل مالک نیستند، از مالک هم زیاد داریم ولی نه همش مثل مالک باشد، همش مثل سفیان ثوری باشد، همش مثل سفیان ابن عیینه باشد، همش مثل مثلا شعبه ابن حجاج باشد. اینا دیگه نه، همش اینجوری نیست، همه گیر نمیاد از این رقم باشد. افرادی هم پایین تر از اینا باید مجبوریم از اونام بگیریم، ولی به شرط اینکه هیچ مخالفتی با اونا نداشته باشد. میگه مثلا کسی مثل امام زهری که صدها تلمیذ داشته، در میان این صدها ما سعی میکنیم شاگرد اول و دوم را انتخاب کنیم، شاگردان اول و دومش. پس این شاگرد دوم ها نباید حدیثش مخالفتی داشته باشه با شاگرد اول ها. اگر مثلا کسی از اونا بیاید حدیثی بیارد بگوی نگاه میکنی هیچ کدوم شاگرد اینو نگفتن، پس قبول نداریم دیگه، میگیم در اینجا به خطا رفته. هرچند اهل اتقان هست، اهل حفظ هست، ولی وقتی که میبینیم با بقیه کسی اینو نقل نمیکنه، فقط این یکی داره اینو میگوید، قبول نمیکنیم. در اینجا میگیم آقا به اشتباه رفته. میگم مگر انسان بسیار بسیار ثقه و عادل هم اشتباه نمیکنه، همه اشتباه میکنن. در اینجا اشتباهش ثابت شده دیگه، هر جا ثابت شدی که از اونا به اشتباه رفته نمیگیریم از اونا. پس اینها چیکار هستن؟ متخصص هستند. یعنی مثل کسی نیست که مثلا آقا بیاید بگوید این چجوری، اینا بابا اینا متخصصن، میدونن از کجا از چه کسی بگیرند و کدوم حدیثش بگیرند و کدوم یکی نگیرند. این نکته خیلی مهم است. بعدا میفرماید وان كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند اهل العلم معروفين فغيرهم من اقرانهم ممن عندهم من ذكرنا من الاتقان في الروايه يفضلونهم في الحال والمرتبه. هرچند اینا ما که میگیم اینا اهل اتقان هستند، اهل علم هستند، اما هم عصرهای خودشون که از اونا درجه بالاتر هستند، از هم از لحاظ حالشون بهتر است، عدالت و ثقهشون بهتر است، صلاحشون بیشتر است و از لحاظ حفظ و اتقانشون دقیق‌تر هستند. اینا ما این کارو میکنیم چون اون درجه نزد اهل علم یک درجه بسیار بالایی است، درجه روایت. باید ما سعی کنیم از بهترین ها بگیریم. مثلا وقتی که ما بیاییم، مثلا میگه اگر شما بیایید اینها را مقایسه کنیم، این سه نفری که بحث کردم مثلا با کسی مثل عطا یا یزید یا لیث یا منصور بن معتمر. البته منصور از همه اینا بالاتره که داره بیان میکنه، منصور از همه اینا بالاتر و متقدم تر است از نظر زمان، اما از لحاظ یعنی صلاح و اینا شاید اونا بهتر از این هستن. به این خاطر یعنی علما گفتن چرا امام مسلم اول عطا را آورده، بعدا یزید و لیث و منصور بن معتمر را در آخر آورده؟ نه بعدا سلیمان اعمش و اسماعیل بن ابی خالد اینا را مثلا در آخر آورده، در حالی که اینا بعضیشون از نظر زمان متقدم تر هستند. میگه به خاطر اونا در اینجا بحث اتقان و دقت را در نظر گرفته. مادام که اینا صحابه نیستند، درسته غیر صحابه کدوم بالاتر و دقیق تر باشون یکی را در ابتدا قرار میدهد. این بوده که امام مسلم گاهی این کارها را انجام داده. پس امام میفرماید اگر ما بیاییم با اینها اینا را مقایسه کنیم، اون سه نفری که بیان کردن با اینا مقایسه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیستن، اینا خیلی در درجه بالاتری هستند. پس ما تا تونستیم از اینا گرفتیم، اگر نشده از اون درجه دوم هم گرفتیم، طبقه دوم هم گرفتیم. پس میفرماید اگر مثلا دوباره همین افراد اگر بیاید اینها را با ابن عون و ایوب سختیانی و عوف ابن ابی جمیله و اشعث حمرانی و اینا که اهل هستند دوباره مقایسه کنیم، نگاه میکنیم اونا بالاتر از اینا هستند از لحاظ علم و منزلت و مقام و اتقان و دقت. یعنی امام مسلم میگه ما اینجوری سعی میکنیم کتاب را بیاوریم. حالا تعدادی از اهل علم که بسیاری از اهل علم میگن امام بخاری و مسلم دقیق شرایط خود را بیان نکردند، ولی در واقع در این مقدمه وقتی که نگاه میکنیم امام مسلم بسیاری از اون مسائلی که میخواهد در مد نظر داشته باشد و ملاحظه لحاظ کنه در کتابش بیان میکنند. درسته. و دقیق گفته باید چگونه باشد و چیکار کنیم. به همین خاطر امام نووی میفرماید تمام این مسائلی که در اینجا بیان میکند در کتابش لحاظ کرده. امام نووی میگوید من صحیح مسلم را با سندی که با 6 نفر به خود امام مسلم برسند، 6 نفر همه علمای نیشابور هستند، یکی از لطایف اسنادش همین است. میگه با 6 نفر تمام، یعنی کتاب امام بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی، اینها با 6 نفر من به اینا رسیدم، بالاترین علو سند دارم، با 6 نفر من به اینا رسیدم. تمام اینها از شیوخی بودند. شیوخ کجایی؟ شیوخ همه اهل نیشابور بودند مثل امام مسلم و همم شیخ یعنی از اونا بودن که سنشون بالا بوده. یعنی این یکی، یعنی وقتی که میشه بعضی از لطایف اسناد میگه این لطیفه اسناد من است در اینجا. و بعدا میگه مسند احمد را با 8 نفر، مسند مؤتای مالک و مسند احمد هم با 8 نفر من بین خودم و اینا 8 نفر هستن. یعنی نگاه کن امام نووی تمام این کتاب ها را با سند خودش و با قوی ترین سند به دستش رسیده. یعنی این نکته خیلی، مثلا امام ابن حجر که شارح است، امام مثلا ابن عبدالبر که شارح است، امام نووی که شارح است، اینها با سند متصل این کتاب ها را به دستشون رسیده. نه فقط وجاده باشد کتاب را خونده باشند، این کتاب ها را با سند از شیوخ خود دریافت کردن تا به اینجا رسیده. حالا امام نووی که خودش صحیح مسلم را اصلا موضوع بندی برایش میکند میگه بله امام مسلم تمام این مطالبی که در اینجا بیان میکند در کتابش رعایت نموده. درست. حالا افرادی که مثلا اومدن اعتراضاتی گرفتن، گفتن آقا شما این ادعا که میکنی، تعدادی از رجال را مورد نقد و بررسی قرار دادن که شما، یعنی در مجموعه اونایی که در مورد نقد قرار گرفتن در بخاری و مسلم 200 حدیث هستند، که میگه این 200 حدیث در میان اینها رجالی وجود دارد که در اون مرتبه نیست که ادعا میکنید. امام نووی میگه تک تک این احادیث ما جواب داده ایم و جواب شافی و کافی به این مسائل جواب داده ایم. بله، حالا مطلب این است که وقتی که نگاه میکنیم امام مسلم سعی کرده در این کتابش از طبقه اول و طبقه دوم حدیث را میگیرد. اما کسانی که در احادیثشون اشتباه زیاد وجود دارد و متهم هستند به دروغ، به جعل حدیث، به این چیزها، میگه ما مطلقا یک حدیث را از اون افراد نگرفته ایم. کسی که متهم باشد نزد علما یا اون کسانی که اشتباهات در کارشون بیشتر از اصابه باشد، میگه اگر کسی یعنی درستش بیشتر باشد از اشتباهش، این دیگه طبیعی است ازش پذیرفته می شود. یعنی مثلا میگوی 90% حدیثی که نقل میکند درست نقل میکند، ولی در 10% تو و اشتباه میفته، پس اون 10% رو نمیگیریم. همونایی که بیشتر درست در اومده اون قابل قبول است، چون دیگه بالاخره انسان اینجوری نیست که شما بگی هیچ کسی نیست. میگه بهترین انسان هم باشد اشتباه میکند، احتمال اشتباه برای انسان هست. اما ما چگونه اینها را با هم تشخیص میدیم؟ میایم این که احادیث را مطابقت میدهیم با اصبا شاگرد، هم شاگردهایی که هم طبقه های خودش بودن و هم شاگردهایش و دیگر علمایی که هم عصر او بودند و اون حدیث را روایت کردند. با اون مطابقت میکنیم، موازنه میکنیم، ببینیم اگر موافقت داشت قبول میکنیم، نداشت دیگه موافق نبود دیگه قبول نمیکنیم، میگیم در اینجا به خطا رفته. چون این کسی نیست که بدون همینجوری حدیثش قبول شه. اما اگر دیدیم در مسائل بیشتر موارد صحیح هست و درست داره میگوید و اینا، حدیثش میپذیریم. درسته. جزاکم الله خیر جناب دکتر. اینجا یک توقف کوتاهی میکنیم، یعنی برنامه میبینیم، خدمت شما و بینندگان عزیز برمیگردیم. پس با ما باشید پس از دیدن یک میان برنامه. يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن يا رب عند الموت حسن منطقي عند السؤال وملتقى الملكان با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم در برنامه دفاع از سنت و در مورد صحیح امام مسلم صحبت می‌کنیم. جناب دکتر، شما در بخش اول برنامه فرمودین که امام مسلم احادیث رو به 3 طبقه تقسیم کرده، یعنی احادیث که آورده، و فرمودن که فقط از شاگرد اول و شاگرد دوم رو قبول می‌کنیم. بله. و کسانی که متهم باشن یا خطاشون زیاد باشه که اونها رو کلا اصلا حذف میکنیم و ازشون حدیث روایت نمیکنیم. در خدمت شما هستیم و بقیه بحث رو ادامه بدیم اگر مطلب مهمی در این قضیه مونده. بله بله، من یک نکته را اشاره کنم که اشتباه نگیریم. ما قبلا هنگامی که گفتیم که علما حدیث مسلم رو به 3 دسته تقسیم کردن، بله، که اصولش از طبقه اول و دوم هست و طبقه سوم رو به عنوان شاهد میاره. بله بله. من اینجا این سوال برام پیش اومد که شما فرمودید فقط از طبقه اول و دوم قبول کرده، این چجوری هست؟ بله بله، این نکته جوابش این است. اون طبقاتی که من بیان کردم طبقاتی که امام مسلم خودش بیان میکند، یعنی راویان را به این 3 طبقه تقسیم میکند. طبقه اول در حد اعلی هستند، طبقه دوم در حد متوسط کمی به بالا، و طبقه سوم از متوسط به پایین و به حالت ضعیف و اینا میشن. امام مسلم سعی کرده، یعنی طبق تقسیم بندی که خودش میکند، این طبق تقسیم بندی که خود او میکند این است. اما ما قبلا، یعنی امام مسلم و حتی امام بخاری در این طبقه بندی شاید بگیم فقط طبقه اول را میگیرد. درست. حالا اگر طبقه دوم چیزی باشد خیلی کم باشد، ولی امام مسلم در اینجا طبقه اول و دوم را گرفته و بیشتر از طبقه اول و طبقه دوم خودش میگوید به عنوان تأیید و به عنوان شاهدی از اونا گرفته ایم. اما ما مطلب دیگری قبلا گفتیم که علما میفرمایند، مثلا یک مثال را نقل ذکر میکنند برای امام مسلم و بخاری در مورد، میگه راویان حدیث و شاگردان هر شیخی را به 5 گروه تقسیم میکنند. در اون 5 گروه امام بخاری از گروه اول احادیث را نقل میکند و از گروه دوم فقط به عنوان تأیید و شواهد نقل میکند، دیگه کاری به حدیث از گروه سوم نمیگیره، از اصول نیست. اما امام مسلم در اونجا اون چیزی که علما میگویند، میگن در طبقه اول، از گروه اول میگیرد، از گروه دوم هم میگیرد به فراوان، یعنی در اصول از گروه سوم میگیرد برای شواهد و تأیید دیگر احادیث. پس اون جداست با این یکی که در اینجا بیان میکنیم. اون چیزی که در اونجا بیان شده به 5 گروه تقسیم شده، 5 طبقه. این یکی که در اینجا بیان میکنیم فقط سه طبقه است. درست. یعنی اون طبقاتی که مثلا الان امام مسلم استفاده کرده تا طبقه سوم اونجا رسیده، همون طبقه اول و دوم خودش هست. درست. درسته؟ اون طبقات امام بخاری در اونجا باید فقط طبقه اول امام مسلم است. در اینجا تفاوت بین بخاری و مسلم از اینجا پیدا می شود. درست. که ما گفتیم مجموع احادیثی که از آن ایراد گرفته شده از بخاری و مسلم 200 حدیث است. که این تعدادی از آن مشترک است در بین دوتایشون و تعداد احادیثی که فقط در مسلم هست و در بخاری نیست بیشتر از تعدادی که در فقط بخاری هست. و اینجاست که تفاوت مثلا احادیث بخاری و مسلم، یعنی بالا بودن و دقیق بودن بخاری مشخص می شود در اینجا. یعنی تعداد احادیثی که از آن ایراد گرفتن در بخاری نصف احادیثی است که در مسلم از آن ایراد گرفته شده. درست. در اینجا بحث دیگری که در اینجا بیان می شود این است که امام مسلم در نهایت بحثش می فرماید در آخر به دلیل اینکه در این اواخر، یعنی در زمان امام مسلم، میگه به دلیل اینکه احادیث زیادی وجود دارد، میگه و بعدو یرحمک الله، میگه بعد از این مطالبی که من بیان کردم و این طبقات را برای تو روشن نمودم، رحمت خدا بر تو باد، اگر به خاطر این نبود که بسیاری از آنانی که خود را محدث میدانند مثلا کارهای بدی می کنند، بله، احادیث مثلا ضعیفی را مطرح می کنند و روایات منکر را نقل می کنند و این احادیث صحیح را مثلا رها می کنند و می آین احادیث ضعیف را انتخاب می کنند و آن را در اختیار مردم عوام می گذارند و نهایتا مردم هم نمی توانند تشخیص بدهند که صحیح و ضعیف را از هم دیگه تشخیص نمیدهند. به خاطر همین مطالب دیگه من برایم آسان بود که این مسئولیت سنگین را به دوش بگیرم و خواسته تو را به جا بیاورم. و شاگردش میگوید به همین خاطر خف علی قلوبنا اجابتک الی ما سألت، دیگه آسان بود برای ما که جوابت بدهیم، اون جواب خواسته را برآورده کنیم. یعنی خواسته ای که داشتی این کار رو انجام بدهیم. حالا در اینجا ظاهرا به من اشاره میکنن که وقت کمی داریم، سعی میکنم اینجا یک مثال را ذکر کنم. یک حدیثی که امام مسلم این حدیث را روایت میکند از دو طریق، اساتید خودش. حالا ما بیایم این حدیث را بررسی میکنیم. حدیثی است که حدیث 11 صحیح امام مسلم. میفرماید امام مسلم قطیبه بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبدالله ثقفی. نگاه کن چجوری مطلب را روشن میکند. ممکنه قطیبه زیاد باشد، به همین خاطر میآید تمام اون چیزهایی که سبب میشود واضحتر شناخته شود بیان میکند. میگه قطیبه فرزند سعید، فرزند جمیل، فرزند طریف، فرزند عبدالله ثقفی برای ما روایت میکند حدثنا. وقتی که میفرماید حدثنا یعنی من خودم تنها نبودم، چند تا شاگردهای دیگر بودیم، همه داشتیم از امام قتیبه بن سعید حدیث را میشنیدیم. قتیبه از چه کسی نقل میکند؟ سریع از مالک بن انس، از این خورشید تابان. این خورشید تابان میفرماید عن مالک بن انس فيما قرئ عليه. دقت کن امام مسلم چقدر محتاط، یعنی دقیق ماجرا را بیان میکند. خیلی خوب، از مالک نقل کردید، مالک برای شما خوند یا شما خوندید و مالک میشنید، میگه قریء علیه، مالک میشنید، ما یعنی قتیبه بن سعید از مالک شنیده و یکی از شاگردان مالک خونده و مالک شنیده، گوش کرده. احادیث خود امام مالک یک شاگردی میخونه، بله دیگه روایت میکند. عن ابی سهیل، مالک هم از ابو سهیل، ابو سهیل هم از پدرش، پدرش هم سمع طلحه بن عبید الله، از یکی از عشره مبشره، از طلحه بن عبید الله، عشره مبشره، حدیث نشنیده، طلحه الخیر. طلحه الخیر میفرماید جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم من اهل نجد، میگه یک مردی آمد پیش رسول خدا، اهل نجد بود، بله، فائل الرأسی، با موهای پریشان و ژولیده، بله، یعنی موی ژولیده داشت و پریشان بود، شانه نزده بود و به این صورت آمد پیش رسول خدا. نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول. صدایشو میشنیدیم، زمزمه هایی میکرد ولی نمیدونیم چی داره میگه. یعنی انگار مردم که مثلا از بادیه زندگی میکنند و در بادیه نشین بودن، طرز سخن گفتنشون با اهل شهر خیلی تفاوت دارد. وقتی که میان تو شهر صحبت میکنن، اهل شهر میگن تعجب میکنن، باید خیلی دقت کنن تا بفهمن چی داره میگوید. خیلی سریع صحبت میکنن، خیلی کلماتشون کمی تفاوت دارد با کلماتی که اهل شهر از آن استفاده میکنن. ولا نفقه ما، نمیدونستیم چی داره میگوید. حتی دنا من رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا از رسول الله نزدیک شد. فاذا هو يسأل عن الاسلام، آمد فرمود اسلام چیست، از اسلام سوال میکند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم خمس صلوات في اليوم والليله، فرمود 5 فرض نماز بخوان در شبانه روز. فقال هل علی غیرهن، فرمود غیر از این 5 فرض چیز دیگری بر من واجب هست؟ قال لا، فرمود نخیر، الا ان تطوع، مگر خودت بخواهی سنت انجام بدی، وگرنه دیگه فرض دیگری، چیز دیگری بر شما فرض نیست. و این دلیل بر این است دیگه نمازهای سنت فرض نیستند. اما این دلیل بر این نیست که روزه که نماز عید فرض نباشد. چرا؟ چون این در شبانه روز بیان کرده، بحث در سال نگفته. و گفت آیا روزه رمضان چیزی هست؟ فرمود روزه رمضان بر شما واجب است. قال هل علی غیره، گفت غیر از این رمضان دیگه روزه دیگری بر من فرض؟ قال لا، فرمود نخیر، مگر اینکه خودت بخواهی. بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات را برایش گفت آیا از غیر از زکات چیز دیگری بر من واجب است؟ فرمود نخیر، مگر خودت بخواهی، خودت بخواهی سنت انجام بدی، صدقه بدی. میگه فادبر الرجل وهو يقول، این شخص پشت کرد و رفت، میگفت والله لا ازید على هذا ولا انقص منه، فرمود به خدا سوگند بر این واجبات چیزی اضافه نمی کنم و چیزی ازش کم نمی کنم، همین واجبات را انجام میدهم بدون کم و کاست. رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم افلح ان صدق، فرمود رستگار شد اگر راست بگوید. یعنی اگر صادقانه بر این پایبند باشد. حالا بعضی از اهل علم گفتن اینجا منظورش این نبوده که اگر بخواهد بیشتر از اینا سنت را انجام دهد ثواب بیشتری گیر نمیاد، رستگار نمیشود، نه، رستگار میشود بالاولا، ولی منظور این است چون در اونجا گفته اگر بخوای بیشتر از این انجام دی هست، تطوع و سنت وجود دارد، نگفته که اینو نکن، اما دیگه کمتر از این دیگه اینو نباید از این هیچی از آن کم کنید. و قول علما میگویند در اینجا برای این است که از آن هیچ کم نمی کند، وگرنه اگر اضافه کنی که رستگاری بیشتری به دست میآورید و فضیلت بیشتری برای شما خواهد داشت، این شکی در آن نیست. اما منظور این است که این شخص بعدا گفت به رسول الله، فرمود افلح ان صدق. حالا این حدیث امام مسلم از این طریق روایت کرده، درسته؟ بدون هیچ مشکلی. و این حدیث هم دقیقا امام بخاری با این لفظ آورده، بدون هیچ تفاوتی. ولی در واقع یک حدیث دیگری از یک کسی دیگری در اینجا امام مسلم دوباره روایت میکند. میفرماید یحیی بن ایوب و قطیبه بن سعید، اول فقط از قطیبه گرفته بود، اینجا دو تا شیخ را همزمان ذکر میکند، یحیی بن ایوب هم اضافه میکند، یحیی بن ایوب هم اضافه میکند و قطیبه بن سعید، جمیعا عن اسماعیل بن جعفر، دو تایشون از اسماعیل بن جعفر برایم نقل کردند، ولی اولی از که نقل کرده بودند از خورشید تابان، از مالک بن انس. حالا مالک بن انس دیگه مشخصه امام دنیا و دین، امام دین و دنیاست. اما اسماعیل بن جعفر مردم همینجا دیگه فقط الان دارن مسلمانان، بیشتر مسلمانان اسمش میشنوند اینجا در این حدیث، در نتیجه خیلی با هم تفاوت دارن. ولی اسماعیل بن جعفر وقتی که به کتب جرح و تعدیل نگاه میکنید یک انسان ثقه است. اسماعیل بن جعفر از که از ابو سهیل و سهیل مش پدرش، یعنی همون روایت. در اینجا تنها کسی در اینجا اختلاف و فرق میکند اسماعیل بن جعفر است و یک شیخ دیگه هم داره، اون شیخ دیگه چون دوتا از اسماعیل بن جعفر نقل کردن این حدیث را. در این حدیث میفرماید أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. میگه رسول الله در آخر به این شخص میگوید، به این شخص اهل نجد میفرماید افلحه، به پدرش قسم رستگار شد اگر راست بگوید، به پدرش قسم، یا وارد بهش شد به پدرش قسم اگر راست بگوید. در اینجا کلمه و ابیه در اینجا وجود دارد، به پدرش قسم، که معنیش اینجوری میشه به پدرش قسم. حالا این حدیث یکی از اون احادیث است که در اینجا امام مسلم این حدیث را از طریق اسماعیل بن جعفر آورده، تفاوتی دارد با اون حدیثی که از طریق مالک آورده. مالک از اون طبقه اول است، اسماعیل بن جعفر هم در حد مالک نیست ولی کمی پایین تر از اون هست ولی ثقه است. در اینجا احساس میکنم علما میگویند این اشتباه از اسماعیل بن جعفر است. حالا ما یک نکته دیگری بخاری را نقل کنیم تا قضیه بیشتر روشن شود. همین حدیث را از بخاری نقل میکنیم. امام بخاری در حدیث 46، امام چندین بار این حدیث را آورده بخاری. در صحیح در حدیث شماره 46 میفرماید اسماعیل برای امام نقل کرد، یعنی امام بخاری از شیخ شخص دیگری به اسم اسماعیل حدیث را روایت میکند. اون میفرماید حدثني مالک، از مالک بن انس، اون هم از عمویش ابو سهیل فرزند مالک، اون هم از پدرش که از طلحه بن عبید الله، اینش هم مثل هم است. همون حدیث را نقل می کند، بعدا می فرماید مثل همون حدیث اول افلح ان صدق، رستگار شد اگر راست بگوید. یعنی در اینجا هیچ تفاوتی با اون ندارد. امام بخاری این حدیث را آورده. امام بخاری باز هم این حدیث را از طریق قطیبه بن سعید را آورده دوباره از اسماعیل بن جعفر. درسته؟ قطیبه بن سعید، بله، قطیبه بن سعید از اسماعیل بن جعفر دوباره حدیث را روایت میکند امام بخاری، با همون سند در آخرش میفرماید افلح ان صدق. یعنی امام بخاری حدیث را که از طریق قطیبه بن سعید و اسماعیل بن جعفر نقل میکند، همونطوری که امام مسلم آورده دقیقا موافق حدیثی که از مالک نقل کرده، هیچ تفاوتی با اون ندارد. در اینجا باز هم تدقیقی در اینجا در بخاری که وجود دارد مشخصه، یا در اینجا یک چیزی مشخص می شود که اسماعیل بن جعفر گاهی اینجوری این حدیث را روایت کرده، گاهی اینجوری می رسونه، یک اشتباهی در کار هست. و در لفظ دیگر این حدیث اومده که اسماعیل بن جعفر بجای این که بگوید افلح و ابیه، میگه افلح والله ان صدق، قسم به الله می خورد، رستگار شد به خدا قسم اگر راست بگوید. اینجا مشخص می شود اشکال از جعفر است. گاهی قسم به خدا می گوید، گاهی قسم به پدرش، گاهی بدون قسم. ولی اونای دیگر که خیلی در حد بالایی هستن خیلی صریح و روشن گفتن چجوریه. یعنی امام بخاری از طریقی شنیده که اون نگفته و ابیه را نیاورده. درسته؟ و این حدیث هم امام بخاری بازم یک بار دیگر از قتیبه از جعفر بازم در حدیث 6956 آورده بدون اون حرف اضافه، در حدیث 2678 هم آورده بدون این اضافه. امام بخاری چندین بار این حدیث را تکرار کرده و اون اضافه در آن وجود ندارد. در نتیجه در اینجا مشخص می شود که امام ابو داود هم باز این حدیث را آورده از ابی سهیل بن مالک، اون هم حدیث را آورده بدون افلح و ابیه، بدون و ابیه. در یک لفظ دیگر باز هم امام ابو داود حدیث را آورده مثل امام مسلم و ابیه در آن هست، افلح و ابیه این صدق. حالا در اینجا وقتی که ما میاییم اون احادیث را، اصل حدیث صحیح است، همه بر آن متفق هستند، ابو داود و نسائی و بخاری و مسلم آوردن بدون کلمه و ابیه، بدون اینکه و ابیه در آن باشد. وقتی که ما میایم قضا مسئله را بررسی میکنیم، میگیم آقا اشکال در خود اسماعیل بن جعفر بوده، توش اشتباه افتاده، نمیدونسته و ابیه گفته یا والله گفته یا بدون قسم بوده، چون به هر سه صورت روایت نموده. و اون یکی که اگر بگوییم اصلا و ابیهی و اروالله بوده خیلی درسته، اینم میگن علم تصحیف گفته میشود. در اصل واللهی و ابیهی مثل هم نوشته میشه، فقط این است که کمی اون دنده به و یا را کمی بلندتر کنی میشه واللهی، چون در اون زمان قبلا نقطه نبوده، نقطه را بردار و دنده را کمی بالا بیار میشه واللهی، در نتیجه واللهی باشه هیچ مشکلی نداره. علما اینجوری مثلا میان این حدیث را جواب میدهند. مثلا منظور این است، حالا کسی میگوید اصل یعنی چی و فرع یعنی چی، این است امام مسلم اول از امام مالک نقل میکند، بعدا از اون کسی دیگری هم از شاگردان اون شیخ نقل میکند، اما یک اختلافی در آن ایجاد میشود. 2 دقیقه وقت داریم جناب شیخ. بله، به نظرم دیگه با این قضیه روشن شد، هرچند یعنی مطلب نیاز به بحث بیشتری دارد که امام ابن عبدالبر در کتاب التمهید که شرح امام مؤتای مالک است میفرماید این لفظ و ابیهی منکر است، یعنی هر شاذ است، یعنی این لفظ صحیحی نیست، چون اولا رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی فرموده مستقیما لا تحلفوا بآبائكم، به پدران خود قسم نخورید، و وقتی که شنید رسول الله که امام عمر داره به پدرش قسم میخورد فرمود الا لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله، به پدرتان قسم نخورید، یا اگر قسم میخورید فقط به الله، یا ساکت شوید قسم نخورید. در نتیجه قسم خوردن به غیر خدا نهی شده و امکان ندارد رسول خدا اینو فرموده باشد، و اون وقتی که ما نیاییم این قضیه را بررسی میکنیم مشخص میشود. پس در اینجا کسی میگوید از این ما میگیم این لفظ اشکال داره، حدیث صحیح هست، حدیث صحیح، سند صحیح بدون مشکل، ولی این لفظ وقتی که میاییم مقایسه میکنیم با قوی تر از خودش و با دیگران مشخص میشود که این حدیث اصلش اینجوریه و اون اشکالات پیدا میشود. یعنی مردم خیالشون راحت باشد هیچ اشکالی در حدیثی وجود ندارد که از دست علمای این امت در رفته باشد. مثل یک یعنی منقاشی که با دست میگیرید، چجوری میارید میگه مو را از ماست دلون میکشند، آنچنان مو را از ماست دلون کشیدن. حالا امام مسلم و بخاری با همه عظمت و بزرگواریشون علما اومدن این را بررسی کردن، نقد کردن، تنها به این بسنده نکردن که گفتن ما این کارو میکنیم، خودشون اومدن ببینن واقعا رعایت کردن یا نکردن، ایراد گرفتن. پس به این صورت است که احادیث دیگه جای این نیست کسی به آن ایراد وارد کند و بگوید آقا احادیث اشکالی در آن هست. ظاهرا وقتی ما به پایان رسیده است و بسیار اصرار میکنند، همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال میسپارم. السلام علیکم. بارک الله فیک. و علیکم السلام و رحمت الله. جزاکم الله خیرا. فقط در آخر اینو بگم که علمای اسلام در مورد امام مسلم چی گفتن، فقط یکی دو نفر رو ذکر میکنم چون متاسفانه وقت نشد که در موردش صحبت بکنیم. محمد ابن بشار میفرماید که علمای دنیا 4 نفرن، یکی ابو زرعه رازیه، یکی مسلم نیشابوریه و عبدالله دارمیه و محمد ابن اسماعیل بخاری، یعنی بزرگواران رو کنار هم نقل میکنه. بعد محمد ابن عبدالوهاب فرا میفرماید مسلم ابن حجاج از علمای مردم بود و یکی از اوعیه علم بود، یعنی یکی از ظروف علم بود دیگه. اگر میخوای علم رو پیدا بکنی برو پیش ظرفش. بله ظرف علم اون است، ظرف علم امام مسلمه. بله درست. به همین قدر بسنده میکنیم و شما بزرگواران رو به الله متعال میسپاریم تا برنامه دیگر و دیداری دیگر. شما رو به خدا متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.